اگه به دنبال برنامه ای هستید که بتونید بهش متن بدین و اون متن شما رو به صدا تبدیل کنه، دقیقاً جای درستی اومدین، چون توی این اپیزود قراره به سراغ این موضوع بریم که چطور و با چه هوش مصنوعی هایی میتونیم هر متنی رو به صدا تبدیل کنیم، در حالی که بهترین و طبیعی ترین صدا رو از هوش مصنوعی بگیریم. و بخش جذاب‌تر این اپیزود اینه که چطور میتونیم با هوش مصنوعی یک صدا رو به صدای شخصیت های معروف یا کاراکترهای مختلف تبدیل کنیم. پس اگه براتون جالبه تا انتهای این اپیزود همراه من باشی. درود دوستای عزیز، من مریمم، اینجا کانال یوتیوب اسمارتیزه و این دومین اپیزود موضوع تولید محتوا با هوش مصنوعی هستش. اگه اپیزود اول این پلیلیست رو دیده باشید میدونید که تو اون اپیزود ما رفتیم سراغ این موضوع که چطور میتونیم با چت جی پی تی یه اسکریپت خفن و جذاب واسه یه ویدئوی یوتیوب رو بنویسیم. حالا بعد از اون رسیدیم به این مرحله که میخوایم برای اون متنی که با چت جی پی تی نوشتیم صدا تولید کنیم و من توی این اپیزود نه تنها میخوام بهترین هوش مصنوعی های تبدیل متن به صدا رو بهتون معرفی کنم، بلکه سورپرایز اصلیم واسه کسایی که تا انتهای این ویدیو رو ببینن، چون بعد از معرفی این هوش مصنوعی ها میخوام برنامه رایگانی رو بهتون معرفی کنم که میتونید هر وایسی که دلتون میخواد رو بهش بدین و اون وایس شما رو به صدای کاراکترهای مختلف یا حتی سلبریتی ها تبدیل میکنه. اینجوری به جای گذاشتن یه صدای تکراری رو ویدیوهاتون میتونید کاری کنید که تام هاردی بیاد و متناتون رو بخونه. اولین برنامه برنامه 11 Labs هستش. اگه متنی که میخواید به صدا تبدیل کنید انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و هر زبان دیگه‌ای به جز فارسی هستش، این سایت به نظر من براتون بهترین گزینه است، چون طبیعی‌ترین و متنوع‌ترین صداها رو داره و اکثر صداهای معروفی که تو اینترنت شنیدین با همین سایت ساخته شده و حتی نسبت به بقیه برنامه‌ها امکانات پیشرفته‌تری رو داره. مثلا میتونید باهاش صدای اختصاصی واسه خودتون بسازید یا حتی آموزش بدین که متن رو با صدای خودتون بخونه. برای دسترسی بهش باید وارد آدرس 11labs.io بشیم. حالا من اینجا get started for free رو میزنم تا وارد سایت بشیم. توی این صفحه میتونیم خیلی راحت با جیمیلمون توی این سایت ثبت نام بکنیم. پس من sign up with google رو میزنم. توی این مرحله ایمیلم رو انتخاب میکنم و حالا خیلی سریع و راحت رسیدیم به صفحه اصلی 11labs. خب تو این صفحه میبینیم که این برنامه هم فیچر تکست و اسپیچ داره که متن رو به صدا تبدیل میکنه و هم اسپیچ تو اسپیچ داره که میتونه یک صدا رو به صدای دیگه ای تبدیل کنه، که ما الان تو این اپیزود فقط با تکست تو اسپیچ کار داریم. توی این بخش پایینی میتونیم تنظیمات مورد نظرمون رو اعمال کنیم. مثلا تو این باکس اول باید مدل هوش مصنوعی رو انتخاب کنیم. من میذارم روی همین ورژن 2 بمونه. اینجا نوشته که این ورژن 2 29 تا زبان مختلف رو پشتیبانی میکنه، اما زبان فارسی رو شامل نمیشه. توی این باکس دوم میتونیم صدایی که میخواییم باهاش متنمون رو بخونه رو انتخاب بکنیم. کلی صداهای مختلف هم داره و جلوی هر صدا با این تگ ها نوشته که لحن و لهجه هر کدوم از این صداها چجوریه. مثلا من آنتونی رو انتخاب میکنم. باکس بعدی وایس ستینگ هستش که این بخش مربوط به تنظیمات صداست و این تنظیمات به همون کمک میکنه که خروجی که از این هوش مصنوعی تحویل میگیریم به اون چیزی که میخوایم نزدیکتر باشه و متنمون رو هم باید توی این باکس پایینی وارد بکنیم. مثلا من این متن رو بهش میدم و جنریت رو میزنم تا با هم خروجیش رو ببینیم. In recent years, the field of prosthetics has witnessed remarkable advancements, with bionic hands emerging as a beacon of hope for amputees worldwide. The global bionic hands market has been steadily growing, fueled by technological breakthroughs, increasing investment in research and development, and a growing demand for functional and aesthetically pleasing prosthetic solutions. خب اگه با خروجی که تولید کرد اوکی بودی میتونیم از این قسمت وایسمون رو دانلود کنیم و اگر هم اوکی نبودیم میتونیم دوباره جنریت رو بزنیم تا با لحن دیگه ای متنمون رو بخونه. یه فیچر خیلی کاربردی که این برنامه داره اینه که اگه شما هیچ کدوم از این وایس هایی که تو لیستش بود رو دوست نداشتید میتونید اینجا اد وایس رو بزنید و وایسی که میخواید رو یا خودتون دیزاینش کنید یا از وایس هایی که دیگران ساختن و تو لایبرری 11lab قرار دادن استفاده کنید. مثلا پروسه ساخت صدا اینجوریه که باید وایس دیزاین رو اینجا بزنید. حالا توی این صفحه اول باید انتخاب کنیم که گوینده با صدای خانوم باشه یا آقا، اون صدا میخوایم توی چه رده سنی باشه. مثلا من میزنم میدل ایج.
میتونیم انتخاب بکنیم که چه لهجه‌ای داشته باشه و حتی میتونیم مشخص کنیم که لهجه‌اش چقدر غلیظ باشه و مثل دفعه قبلی متنمون رو این پایین باید وارد کنیم و جنریت رو بزنیم. In recent years, the field of prosthetics has witnessed remarkable advancements, with bionic hands emerging as a beacon of hope for amputees worldwide. The global bionic hands market has been steadily growing, fueled by technological breakthroughs, increasing investment in research and development, and a growing demand for functional and aesthetically pleasing prosthetic solutions. می‌بینیم که دقیقاً طبق تنظیماتی که انجام داده بودیم، متنمون با صدای یه خانم میانسال خونده شدش و نکته آخر اینه که با این سایت ما میتونیم ماهانه 10,000 کاراکتر رو به رایگان به وایس تبدیل کنیم و قیمت پلن‌های پولیش به نسبت امکاناتی که داره در اختیارمون قرار میده خیلی مناسبه. مثلا پلن استارترش واسه دفعه اول 1 دلاره و بعد از اون 5 دلار میشه که نسبت به بقیه برنامه‌های همراهش قیمتش خیلی مناسبه. هوش مصنوعی دومی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش TTS Maker هستش. این برنامه یکی از بهترین برنامه‌هایی هستش که برای تبدیل متن به وایس میتونیم استفاده کنیم. با این برنامه میشه هفته 20,000 کاراکتر رو به رایگان به وایس تبدیل کرد و حتی از بعضی از صداهاش میشه به طور نامحدود استفاده کردش. توی این پنل سمت راست لیست زبان‌ها و صداهایی که برای هر زبان داره قرار گرفته که زبان فارسی رو هم پشتیبانی می‌کنه و شامل میشه و برای زبان فارسی دو تا صدای مختلف هم داره، یه صدای خانم و یه صدای آقا. کار کردن باهاش هم خیلی راحته، حتی ثبت نام هم نمیخوادش. اینجا برامون نوشته که فقط باید تکستمون رو وارد کنیم، بعدش زبان و صدای مورد نظرمون رو انتخاب کنیم و کانورت تو اسپیچ رو بزنیم. حالا من میام بالا بخش اول اون متنی که تو اپیزود قبلی اسمارتیز با چت جی پی تی نوشتیم و بهش میدم، بعدم از این قسمت وریفیکیشن کد رو میزنم و بعدش توی این قسمت مور ستینگ میتونیم تنظیمات بیشتر رو واسه یه صدای خروجی که میگیریم اعمال بکنیم. مثلا باهاش میتونیم کیفیت خروجی رو تغییر بدیم، سرعت خوندن متن رو تنظیم بکنیم یا حتی ولوم صدا رو کم و زیاد بکنیم. من اینها رو دست نمیزنم و میذارم که روی دیفالتش بمونه و کانورت تو اسپیچ رو میزنم تا متنمون رو به صدا تبدیل کنم. آیا سفر به گذشته برای شما جذاب است؟ آیا به گشت و گذار در شهرها و مکانهای تاریخی علاقه دارید؟ آیا دوست دارید در خیابانهای قدم بزنید که هزاران سال پیش مردم باستان در آنجا قدم زدند؟ در ویدیوی امروز با ما همراه باشید تا با هم به 5 شهر تاریخی و دیدنی سر بزنید و به یک سفر جذاب برویم که احساس نزدیکی به تاریخ و فرهنگ را برای من به واقعیت تبدیل کند. میبینید صدایی که برامون ساخت چقدر طبیعی و روونه؟ البته این روون بودنش یک دلیل دیگه هم داره که من توی متنم رعایتش کردم و بعد از معرفی برنامه بعدی بهتون میگم این نکتهش چیه. هوش مصنوعی سومی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش ساوندلی هستش. برای دسترسی بهش باید وارد آدرس getsoundly.com بشین. این برنامه در حال حاضر فقط روی کامپیوتر قابل اجراست و هم نسخه ویندوز داره و هم مک که میتونیم نسخه مناسب سیستم عاملمون رو دانلود کنیم و نصب بکنیم روی سیستممون. حجمش هم خیلی کمه، تقریبا 54 مگ هستش. وقتی نصب کردیم و وارد شدیم توی این صفحه باید یک اکانت بسازیم. واسه این کار باید این پایین دکمه رجیستر اکانت رو بزنیم. حالا تو این صفحه اول ایمیلمون رو وارد می‌کنیم و بعدش هم پسورد مورد نظرمون رو می‌زنیم. تو مرحله بعدی پلن‌های مختلف این برنامه رو برامون آورده که من حالت فری رو انتخاب می‌کنم. توی حالت رایگانش ما میتونیم روزانه 25,000 کاراکتر رو به وایس تبدیل بکنیم که این تعداد تقریباً روزی 40 دقیقه وایس رایگان بهمون میده. دان رو می‌زنیم و تمام، دیگه وارد محیط برنامه شدیم. حالا واسه تبدیل متن به وایس این بالا سمت راست تب وایس رو میزنیم و وارد این صفحه میشیم. اینجا از قسمت لنگویج میتونیم زبان مورد نظرمون رو انتخاب بکنیم که فارسی هم داره و نکته مهم اینه که دقیقاً همون دوتا صدای خانم و آقایی که تی تی اس میکر بهمون میداد رو این برنامه هم بهمون میده. من صدا رو میذارم روی دلارا بمونه و متنمون رو بهش میدم. از این قسمت پایین هم میتونیم اسپید و پیچ مربوط به صدا رو تنظیم بکنیم که به نظر من تنظیمات دیفالت خودش اوکیه. فقط حواستون باشه که این گزینه پلیس رو حتما خاموش بکنید و میذارم که صدا رو بسازه. آیا سفر به گذشته برای شما جذاب است؟ آیا به گشت و گذار در شهرها و مکانهای تاریخی علاقه دارید؟
میبینیم که دقیقا مثل TTS Maker یه صدای طبیعی و روون رو به همون داد. برای ذخیره کردنش هم از این نوار پایین کافیه ویس رو سلکت کنین و خیلی راحت بندازیمش توی دسکتاپمون. اون نکته ریزی که بهتون گفتم من توی متن رعایتش کردم و باعث شده که ویس روون تری رو بتونم از این هوش مصنوعی تحویل بگیرم اینه که من به متنم علائم نگارشی و صداهایی مثل ا او رو اضافه کردم و همین باعث شد که هوش مصنوعی متنمو خیلی بهتر و روونتر بخونه. خیلی نکته کوچیکیه ها، ولی اگه خودتون تستش کنید میفهمید که چقدر تاثیر مهمی توی خروجی داره. حالا بریم سراغ بخش آخر و جذاب این اپیزود، یعنی تغییر صدا به صدای کاراکترها و سلبریتی ها. در واقع یه فریم ورک روی بستر گوگل کلاب وجود داره به اسم ایزی جی او آی که میتونیم بهش هر وایسی رو بدیم و مشخص کنیم که میخوایم وایسمون به صدای چه کاراکتر یا سلبریتی تبدیل بشه و اون برامون میسازدش. قبل از رفتن به سراغ خود این فریم ورک، اول باید مدل هوش مصنوعی صدایی که میخوایم وایسمون به اون صدا تبدیل بشه رو پیدا بکنیم. واسه این کار من لینک یک کانال دیسکورد رو توی دیسکریپشن ویدیو براتون قرار میدم. اسم این کانال AI Hub هستش و پر از ویس مدل انواع سلبریتی ها و کاراکترهای مختلف. شما ویس مدل هر کسی رو که بخواید میتونید توی این کانال دیسکورد پیداش کنید. مثلا من اینجا سرچ میکنم آریانا و میبینیم که چندین ویس مدل مختلف از صدای آریانا رو برام آوردش. میتونیم هر کدوم از این ویس مدل ها رو که دوست داریم انتخاب بکنیم. فقط مهمه که ویس مدلی که انتخاب میکنیم این تگ RVC ویدو رو داشته باشه. مثلا من این ویس مدل رو انتخاب میکنم و از اینجا لینکش رو کپی میکنم. حالا تو مرحله بعدی به سراغ ایزی جی او آی میریم. من لینک دسترسی بهش رو توی دیسکریپشن ویدیو براتون قرار میدم. روش که کلیک کنید وارد چنین صفحه‌ای میشید. توی این صفحه باید دکمه ران رو به ترتیب واسه دونه دونه بخش ها بزنیم. مثلا بخش استپ 1 رو من میزنم تا اجرا بشه. هر قسمتی که اجراش اوکی میشه این گوشه علامت سبز میادش، یه تیک سبز میخوره و واسه استپ 1 تقریبا حدود 50 ثانیه طول میکشه تا کلش ران بشه. استپ 1 که تموم شد، واسه استپ 2 اینجا تو بخش URL اول لینک ویس مدلی که از گروه دیسکورد کپی کرده بودیم رو اینجا پیست میکنیم و بعدش استپ 2 رو میزنیم که ران بشه. اینم که تیک سبز خورد و اجرا شد، استپ 3 رو هم ران میکنیم. وقتی ران شدن استپ 3 تموم بشه، این پایین دوتا لینک به همون میده، لوکال URL و پابلیک URL. ما باید روی لینک پابلیک کلیک بکنیم و وارد این صفحه بشیم. اینجا دیگه فقط کافیه ویسی که میخواییم تغییرش بدیم و آپلود کنیم. مثلا من این صدا رو که با هوش مصنوعی ساختم آپلود میکنم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید و براتون مفید بوده، یادتون نره که این پست رو لایک کنید. بعدش از این سمت راست باید دکمه کانورت رو بزنیم تا صدا رو بسازه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید و براتون مفید بوده، یادتون نره که این پست رو لایک کنید. این هوش مصنوعی روی زبان انگلیسی قطعا خیلی بهتر عمل میکنه، چون اکثر ویس مدل ها روی زبان انگلیسی آموزش دیدن، ولی خروجیش واسه زبان فارسی هم اوکیه. واسه تغییر صدا خیلی کار راه اندازه و من به جز این برنامه دیگه رو پیدا نکردم که رایگان باشه. حالا اگه احیانا صدایی که ساخته شد مثل الان من به نظرتون اوکی نبود، میتونید این پارامتر پیچ رو تغییر بدین، بهش اعداد مختلف بدین تا صدای بهتری رو بگیرید. اعداد بین منهای 12 تا مثبت 12 بهترین خروجی ها رو به همون میده. مثلا من میذارمش روی مثبت 6. اگه این ویدیو رو دوست داشتید و براتون مفید بوده، یادتون نره که این پست رو لایک کنید. و میبینیم که با صدای آریانا مسمو خوندش در انتها میتونیم این 3 نقطه رو بزنیم و فایلمون رو دانلود کنیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و تا یک اپیزود دیگه و آموزش های دیگه خدا نگهدارتون.